سلام خدمت همه همراهان گرامی. با مهمترین اخبار سرکوب و نقض حقوق بشر روز چهارشنبه هفتم آذر ماه 1397 در ایران از نو زندان نو اعدام در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. عزت نصری از فعالان کارگری شهر سقز جهت تحمل حبس 3 ماهه خود به اجرای احکام دادگستری شهرستان سقز معرفی و به زندان مرکزی سقز منتقل شد. عزت نصری که در آذر ماه سال گذشته بازداشت شده بود به اتهام تبلیغ علیه نظام به 3 ماه حبس تعزیری محکوم شد و روز سه‌شنبه ششم آذر ماه به زندان مرکزی سقز جهت تحمل زندان منتقل شد. دادگاه انقلاب اهواز قرار بازداشت تعدادی از شهروندان دستگیر شده اهوازی را تمدید کرد. پس از تمدید قرار بازداشت شهروندان اهوازی توسط دادگاه انقلاب، تعدادی از آنان جهت بازجویی مجدد از دادگاه به بازداشتگاه برگردانده شدند. 2 تن از این بازداشت شدگان نویسنده و پژوهشگر اهوازی احمد امین، قیس قضیب 33 ساله و سید علی نظاری 63 ساله هستند که در اواخر مهر ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. از اتهامات این 2 نفر اطلاعی در دست نیست. خانواده‌های تعدادی از این بازداشت شدگان در بی‌خبری از محل نگهداری و وضعیت فرزندانشان هستند. مراجع قضایی و ستاد خبری به آنها پاسخی نمی‌دهند و در نگرانی به سر می‌برند. روز ششم آذر ماه ماموران امنیتی به منزل آقای نجاتی، رئیس سابق و عضو کنونی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه هجوم و قصد بازداشت او را داشتند، اما به علت عدم حضور وی موفق به دستگیری او نشدند. با تشکر از همراهی شما اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار.